نرخ تورم 19% مرکز آمار واقعی تر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. این موضوع را هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار صبح روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد و علت درست بودن نرخ تورم منتشر شده از سوی مرکز آمار را افزایش تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها و همچنین مشکلات موجود در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 90 دانست. این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این موضوع که نقدینگی سرگردان در بازارهای سکه و ارز به رشد تورم دامن زده از افزایش نرخ تورم در سه ماه سوم سال خبر داد. شاهین فاطمی، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، در زمینه اختلاف در اعلام نرخ تورم در ایران به صدای آمریکا گفت: مسئله تورم را مردم هر روز خودشون احساس میکنن. چندین تقلب در این آمار وجود داره. اولا آمار واقعی را انتشار نمیدن. ایران یگانه کشوری است که در اون آمار امروز محرمانه تلقی میشه. مؤسسه‌ای که نتونن کنترل بکنن اونها رو یا ممنوع میکنن از انتشار آمار و یا اینکه منتقل میکنن به دستگاه دیگه. به گزارش خبرگزاری ایسنا که صبح روز شنبه انتشار یافت، شاخص تورم در ایران محرمانه شد. این خبرگزاری این موضوع را از قول موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. به گفته همین نماینده، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته به مرکز آمار اعلام شده است نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود. در واقع امروز نتیجه این کار این میشه که بدترین امکانات رو مردم در نظر میگیرن، میگن مثلا اگر اونها میگن تورم 19% بوده و دیگه نمیخوان راجبش صحبت کنن، احتمالاً مقدار تورم دو برابر این عددی که اونها منتشر میکنن. یعنی در عمل با این کار خودشون بیش از همه به اعتبار خودشون و به باورداری مردم در مورد حکومت لطمه میزنن. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، بعد از ظهر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر آنچه تورم و رکود موجود در کشور خواند گفت: اگر مسائل اقتصادی را با شاخصها و ابزارهای اقتصادی بخواهند حل کنند، حتما مسائل قابل حل و تورم قابل کنترل است. کسی نمیتونه تورم را کنترل بکنه. تورم که آلودگی هوا نیست که بشه کنترل کرد. تورم یک واقعیتیه. تورم که تظاهرات مردم نیست که با سرکوبی بشه کنترل کرد. یک واقعیتیه که فقط در پناه اقتصاد سالم میشه از اون پیشگیری کرد. پیشتر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود نرخ تورم تا پایان آبان ماه سال جاری به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. وفا زربهاری، صدای آمریکا.